این وسیله با حملات هوایی نیروهای حکومت قذافی مقابله شود. همزمان نیروهای حکومتی با تانک و تسلیحات سنگین به شهر بندری بریقه که یکی از بنادر اصلی صادرات نفت لیبی به شمار می رود حمله کردند. اما مصطفی قریانی سخنگوی ائتلاف 17 فوریه به رویتر گفت حامیان قذافی صبح امروز سعی کردند این شهر را بگیرند اما شکست خوردند و شهر بریقه در دست قیام کنندگان است. از سوی دیگر اتحادیه حقوق بشر لیبی امروز اعلام کرد در جریان تظاهرات علیه حکومت قذافی این کشور تا کنون 6000 نفر کشته شدند. به گفته سخنگوی این اتحادیه دست کم 3000 نفر در ترابلوس، 2000 نفر در شهر بنغازی و 1000 تن دیگر در سایر نقاط لیبی طی دو هفته اخیر در جریان اعتراضات ضد حکومتی جان خود را از دست دادند. در یک تحول دیگر دو ناو جنگی آمریکا که به سمت آبهای لیبی در حرکتند امروز وارد کانال سوئز شدند. یک ناو دیگر آمریکا نیز روز دوشنبه از کانال سوئز عبور کرده و وارد دریای مدیترانه شده بود. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده نیز اعزام دو کشتی جنگی به دریای مدیترانه را تایید کرد. در حالی که اعتراضات و قیام لیبی بالا گرفته است، جامعه جهانی فشارها بر حکومت قذافی را افزایش داده است. روز گذشته مجمع عمومی ملل متحد عضویت لیبی در شورای حقوق بشر این سازمان را به حالت تعلیق درآورد. بان کی مون دبیر کل ملل متحد نیز از این تصمیم استقبال کرد. او همچنین حمایت قاطع خود را از ارجاع پرونده لیبی به دیوان بین المللی کیفری اعلام کرد. دبیر کل ملل متحد تأکید کرد آنهایی که علیه بشریت مرتکب جنایت می شوند مجازات خواهند شد و معافیت از مجازات وجود ندارد. همزمان به دنبال تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم لیبی، اتریش نیز این تحریم‌ها را به مرحله اجرا درآورد و سرمایه‌های لیبی را در این کشور توقیف کرد.